اکنون در رشته سوم در بیان عبادت و مراتب آن هستیم. عبادت و آن سه مرتبه دارد. اول عبادت و آن مرتبه عامه مؤمنان است و معنی آن تذلل است و فرمانبرداری، مر حضرت باری را جل ذکره. دوم عبودیت و آن مر خواص طریقت راست و حقیقت آن تصحیح نیت است و اثبات نسبت با حق و صدق ورزیدن در قصد به حضرت حق. سوم عبودیت و آن خواسته اخص الخواص است و معنی آن مشاهده قیام است به حق در طریق بندگی، و اینجا سخندران است که سالک باید که به شدت اجتهاد از التزاز به عبادت باز نماند و طریق خدمت بسپرد بی غرض تا وقتی که به مزد برسد، کما اشار المولوی قدس سره. خب در اینجا عبادت رو به سه مرحله تقسیم کرد. همچنین که قبلا هم عرض شده است، عرفا مردم رو به سه قسم و مخاطبین خود رو به سه قسم تقسیم می کنند: عوام، خواص و خاص الخواص. و مانند طبیبانی که برای هر شخص و برای هر مرتبه ای و برای هر مریضی و برای هر ناخوشی نسخه خاصی رو می نویسند و نسخه خاصی رو تجویز می کنند، عرفا نیز چنین می کنند و نسبت به وضعیت هر کس برای او نسخه خاصی می پیچند. البته این امر می بایست مورد توجه زعمای فرهنگی و دینی و اخلاقی جامعه ما هم قرار بگیرد و در جامعه ما همه رو به یک قسم مطلب دعوت نکنیم. بدانیم که افراد سه گونه اند در جامعه و هر کدام بایستگی و شایستگی های خاص خود رو دارند، و این که ما از عوام طلب کار خواص بکنیم و یا کار خاص و خواص بکنیم، البته این مرضی نیست و مورد طلب هم نخواهد بود. از این جهت که انسان ها متفاوتند و بایستی به هر کسی به اندازه توانایی او سخن گفت و به اندازه توانایی او با او همراه شد و برای او نسخه های عشق و عرفان و نسخه های خاصی که اطبای جان و اطبای روح اونها رو معین می کنند قرار داد. این که ما برای همه یک دستورالعمل مشخص بگوییم، این البته امر مناسبی نیست. این دستورالعمل های سیر و سلوکی که بعضا در این مبادی مجازی مطرح می شود و یک نفر توصیه می کند که انسان ها چنین کنند، اینها خب اشکال نداره از این جهت که انسان با اونها آشنا بشود و اسمی به گوشش بخورد، اما این که کسی بخواهد حقیقتا در مسیر سیر و سلوک قدم بردارد، بایستی یک استاد مستقیم داشته باشد و آن استاد مستقیم مستقیما همه چیز را به او تلقین کند و بر اساس آنچه که مقتضای حال اوست عمل کند، وگرنه دستورالعمل‌های کلی راه به هیچ جایی نخواهد برد و ممکن است که حتی مورد غفلت واقع شود و جوانان یا دیگر سالکان از این اندیشه ها دور شوند، از این جهت که هیچ اثری در آنها نبینند و تغییر احوالی در خود مشاهده نکنند و بگویند که ما یک سال، دو سال، پنج سال چنین کتاب ها را خواندیم و اتفاقی نیفتاد، بنابراین دیگه دل سرد میشن. این دلیلش این است که
اینها استاد و راهنمای مستقیم بالمباشره ندارند که بتواند همه چیز رو برای اونها مستقیما بگشاید و مسائل و مراحل این طریق صعب و سخت رو بر ایشان هموار کند. در اینجا هم چنین است و مولانا در مثنوی البته با خواص سخن گفته است، گاهی به عوام تشری میزند اما روی سخن مولانا غالبا با خواص است و گاه هم به خاص الخواص هم نظری دارد. در بعضی مواقع میبینیم که بعد از 30-40 بیت 5-6 بیتی هم برای استفاده خاص الخواص و اولیای الهی مترتب می‌دارد و متفتن می‌کند. خب اینجا هم می‌فرماید عبادت سه مرحله هست. یک، عبادت عامه مؤمنان است، یعنی عامه مردم، عموم مردم که 99% مردم ما از همین‌ها هستند. اینها اشخاصی هستند که بایستی یک حالت عادی رو براشون پیش بینی کرد. این که ما بگوییم که همه بتوانند عبادت رو واقعا درک بکنند، نماز و روزه ای که میخواند و انجام میدهد واقعا درک کند، این البته کار صعب و سختی است و این از دست عوام بر نمی آید، در حد ممکن و در حدی که میتوان به او توصیه کرد. مرتبه عامه مؤمنان است، معنی آن تذلل است و فرمانبرداری مر حضرت باری را جل ذکره، که ذکر او جلیل باد، تذلل و خاری و فرمانبرداری است. عوام بایستی این رو بگوید که من گردنکش نیستم و من برای گردنکشی نیامده‌ام. آنچنان که ابلیس گردنکشی کرد و در برابر خداوند ایستاد، کار عوام و عبادت عوام این است که تذلل و خاری پیشه کند، بگوید که من کسی نیستم و به خود امیدی ندارم، بگوید که من در برابر خداوند هیچ هستم و هیچ در هیچ هستم، و نهایتاً این که من نمیخواهم هرگز سربلند کنم و در برابر خدا خودی نشان بدهم. این مهمترین وضعیت است که شما میبینید که عبادات ما هم چنین است. وقتی که سجده میکند، وقتی که رکوع میکند، وقتی که گرسنه میماند، وقتی تشنه میماند، همه اینها شکستن نفس مغرور انسان است و عوام همینقدر که بتواند در برابر خداوند اظهار خاری و تذلل کند، همین تکلیفش را انجام داده است و بیش از آن از عوام انتظاری نیست. دوم، عبودیت. دیگر مرحله عبادت تبدیل می شود به عبودیت. عبادت حرکت‌های ظاهری است، اما عبودیت تمامی مراحل زندگی انسان را در بر می‌گیرد. عبادت شامل همین عبادات است که نماز و روزه و حج و جهاد و خمس و زکات و اینها هست و امر معروف و نهی از منکر، اینها برای عوام است و عوام از اینها دیگر بالاتر نخواهند رفت. اما اگر کسی بخواهد که در مرحله خواص و مرتبه خواص وارد شود، اینجا دیگر باید عبادت تبدیل به عبودیت شود و آنجاست که اگر نماز او یک لحظه تفکرش و اندیشهش به جای دیگر سوق پیدا کرد، دیگر نماز او نماز نخواهد بود. اما عوام به هر حال میتواند همه کارهاشو نماز انجام دهد، همه گمشده هاشو در وقت نماز پیدا کند و همه آن چیزی که وعده هایی که یادش رفته بود، چون ذهن سکون و آرامش پیدا میکند، به یادش بیاید. این مرتبه عوام هیچ مسئله‌ای هم ندارد. اما اگر خواص یک حتی یک خطور ذهنی هم در ذهنیتشان آمد، در این صورت خواص خود رو نخواهند بخشید و یک واردات قلبی و آنچه که میخواهد به آن دست پیدا کند برای او مهیا نخواهد بود. عبودیت چیه؟ حقیقت آن تصحیح نیت است.
عوام میگوید که من میخواهم در مقابل خدا گردنکشی نکنم، نماز میخوانم که خدا نگوید، خدا مرا به جهنم نبرد، به دوزخ نبرد، از من قهر نکند، نماز میخوانم تا اینکه آنچه که او گفته از عمل بکنم. این کار عوام. اما خواص نیتشون رو خالص میکنند، خواص تصحیح نیت میکنند و اثبات نسبت با حق، با حقیقت و با خداوند اثبات نسبتی ایجاد میکنند. این نسبت ایجاد کردن کار عوام نیست که یک نسبتی ایجاد کند، خیشاوندی ایجاد کند با خداوند، با خداوند چنان همراه و همگن شود، چنان در او مستحیل شود که هر آنچه باشد خداوند باشد، و صدق ورزیدن در قصد به حضرت. وقتی که به خدا رو می آورد صادقانه باشد، این که با صدق تمام نمازی اگر می خواند با صدق تمام باشد، دلش جای دیگری نباشد، همه هوش و حواسش، همه مسیر اراده ای که کرده است معطوف به حضرت حق باشد. و سوم که مرتبه خاص و خواص است و بالاتر از آن است، خاصه اخص و خواص یا خاص و خواص است، مشاهده قیام است به حق در طریق بندگی، که البته بعد از یک مدتی این قیام در مسیر حق و ایستادن در مسیر حق هم دیگر مشاهده نباید شود. و مرتبه بالاتر این است که عدم مشاهده قیام حق، من تصور میکنم که این باید معنی آن عدم مشاهده قیام باشد که در اینجا این تصحیفی رخ داده است در کتاب ما، یعنی این که عوام میبیند، کارهای خود رو میبیند، میگوید نماز خواندم، خیلی هم به این افتخار میکند، نماز شبی خوانده است، دیگر همه از دست او به سطوح می آیند که میگوید که نماز شب انسان رو واقعا تشنه می کند، بعد نماز شب نمیدانی چه حالی دارد، نماز شب چه اتفاقاتی بر انسان روی می دهد، اینها رو میاد به دوستاش هم تعریف می کند. خب این کار عوام است، اما وقتی که تصحیح نیت کرد و نسبتش رو با خدا درست کرد، خواهد خواست که هیچ کس از این کار او مطلع نشود. اگر صدقه ای داد هیچ کس نداند، اگر کار خیلی کرد هیچ کس نداند، فقط سعی می کند که رابطه و نسبت خود را با خداوند تصحیح کند، از ریا و ریاکاری دور می شود، همه چیزش و همه کارش خالصا لوجه الله می شود و جز از خدا چیزی نمی خواهد. اما عوام در این حال که مثلا نمازی می خواند، گوشه چشمی هم به اشخاص دیگر دارد که به خاطر نماز خواندن او مثلا او رو رئیس یک منطقه بکنند، یا مثلا یک کاری برایش انجام دهند، یا به او التفات بیشتری شود. ممکن است عوام چنین شرایط رو داشته باشد، اما خواص دیگر از همه اینها به دور هستند و از همه اینها جدا شدند. خاص و خواص کسانی هستند که حتی اون قیام خود رو مشاهده نکنند. اگر بگوید که من در راه خدا قدم گذاشتم، آن سقوط از مرحله است. من رو باید فراموش کند و مشاهده منیت و مشاهده خود، مشاهده عمل خود رو هم ترک کند. و این که به تصورش بیاید که ما چقدر آدم خوبی هستیم، یک جایی می رود، یک شعر زیبایی می شنود، متحول می شود، نمی بر چشمش می آید و فکر می کند دیگر دنیا رو دیگه از آن خود کرده است، عجب حالی داشتی. اینها در حقیقت برای خواص و برای خاص و خواص زهر مهلک است و سم البته عظیمی است که اینها رو در همین وهله اول سیر و سلوک اینها رو از راه باز می دارد. انسانی که رضایت پیدا کرد از خودش، عجب نمازی خواندیم، ماشاءالله مثلا یه دو سه ساعتی خوب عبودیت کردیم، الحمدلله، بعد دیگه این راه بسته شد، دیگه کاری نمیتواند بکند. و دقیقا علتش هم همین است، این روی و ریایی که ما داریم و این نشان دادن
کارهای خوبمون به دیگران و اینکه خودمون رو خوب به دیگران بنمایانیم، دیگران ما رو انسانهای خوبی بدانند. همه اینها کار عوام است و شخصی که در مراتب بالاست از همه اینها رهیده است و اصلا توجه ندارد، مشاهده ای ندارد، نه مشاهده اعمال خود، نه مشاهده دیگران، با دیگران هم کاری ندارد. دیگران بگویند فلانی خیلی آدم بدی است، خیلی آدم پستی است، او وقتی میشنود خوشحال میشود که الحمدلله که توانستم طوری رفتار کنم که مردم اعمال خوب من رو نبینند و موجب ریای من نشود، بلکه من آدم بدی میدانند. مشهور است که یکی از عرفا، حالا در مورد بایزید و در مورد دیگران هم گفتند، باران نمی آمد، مردم گفتند که خب کسی رو، یک گناهکار در میان شما هست که به هر حال او باعث می شود که باران نیاید. می گردن آخرش این صوفی بدبخت و این عارف بدبخت رو پیدا می کنند، چون حرفهای عجیب غریب می زند و با نظر عوام این تطبیق نمی کند. گفتن همین آدم بد همین است، او رو رها کنیم. از شهر بیرونش کردن و 200,000 نفر می گویند در نیشابور رفتن و استغاثه کردن و آب خواستن. به محض اینکه دعا می کردن سه روز آب باران نمی آمد، به محض اینکه این بایزید رو یا آن عارف رو از میانشان ترد کردن، بیرون کردن، باران شدیدی گرفت و همه گفتن ببینید چه شد، ببینید چه اتفاقی افتاد. این مانع بود و رد و مانع ما بود که باران بیاید. خداوند این گونه. و بعد گفتن که خوب شد تو رو بیرون کردیم و باران آمد. گفت خوشا به حال شهری که بدش بایزید باشد، چه زیباست شهری که بد آن بایزید بستانی. ببینید دیگر خوبهایش چه کسانی و چه انسانهایی میتوانند باشند. این است که این مشاهده رسم و رسوم، مشاهده عبودیت، مشاهده فانی شدن خود در حق رو هم بایستی ترک کند و از این مشاهده هم توبه کند، از همه کارهاش توبه کند، از کارهای خوب خودش هم توبه کند. عوام بایستی از کارهای بد و گناهانش توبه کند. خواص باید اگر از یاد خدا اندکی غافل شد توبه کند، اما خاص و خواص باید از این که خود رو دیده اند توبه کند، از این که منی وجود دارد باید توبه کند، توبه کند که من چرا من هستم، چرا من خودم رو دیدم. و توبه او توبه خاص خواست است. سالک باید که به شدت اجتهاد از التزاز به عبادت باز نماند و طریق خدمت بسپرد بی‌غرض. انسان وقتی که زیاد عبادت کرد و عبودیت کرد، به مرحله‌ای میرسد که در آن مرحله این عبودیت او شکل خاصی پیدا می‌کند. شخص در عبودیت خود و در عبادت خود بسیار لذت می‌برد. اگر این شخص از عبودیت دست بردارد، متضرر خواهد شد، چون عبادت تبدیل به عادتی شده براش که اگر از این عبادت دست بکشد، آن وقت دیگر آن لذت معنوی رو که برده است نخواهد برد. سالک به جایی میرسد، عارف فی سبیل الله به جایی میرسد که از آنچه که خود خواسته است و آنچه که خود او درخواست اون رو داشته است و به دنبال آن بوده است، از آن هم توبه می کند. از لذتی که در عبودیت به دست آورده، از آن هم توبه می کند. نکته بسیار غریبی است. مولانا در مثنوی سخن زیبایی دارد، راجع به یک قاضی صحبت می کند. قاضی نه با قاف و زاد، با غین و زاد، به معنای غذا کننده و جنگجو. یک قاضی بود که در غذاهای اسلام، در جنگهای صدر اسلام شرکت میکرد. میاد پیش پیر خودش، پیرش بهش میگه که تو خیلی عادت کردی، تو از این که بروی و
و با شمشیر خود سرهای کفار رو به هوا بپرانی و رشادت ها و شجاعت ها بیافرینی، مغرور شده ای، فریفته شده ای. تو با اینکه جهاد از مقدسترین امور است و از مقدسترین کار هاست، اما اکنون ریاضت تو این است که وقتی طبل جنگ برخاست در گوشه اتاق، در گوشه خانه‌ات بنشینی و بگذاری که غازیان و مجاهدان فی سبیل الله برون و تو در آن سیاهی درون خانه بمانی و این ریاضت توست. تو وقتی که میروی و شجاعت و رشادت از خود به خرج میدهی، لذت میبری از جهاد فی سبیل الله. بنابراین این لذتی که میبری و این جان افشانی و از جان خود گذشتن برای تو بسیار امر مهمی میشود. کار تو این است که یک بار این بار به جهاد نروی و بنشینی ببینی با نفس خود چه میکنی. این غازی نشست در کنج خانه، ناگهان طبل غازیان و مستنفران آمد که همه میدانید که قدیم ها اصلا رسم اسلام بوده است که وقتی یک جهادی، جهاد مقدسی آغاز می شده است، طبالان با طبل یا افراد دیگر که بهشون مستنفر می گفتن، اینها می اومدن و نفرات رو، یعنی کسانی که نفرات رو جذب می کنن، نفرات رو می آوردن، تجهیزشو می کردن و غالب مجاهدان از جیب خود خرج می کردن، اسب خود رو داشتن، شمشیر و سلاح خود رو و تغذیه و غذای خود رو داشتن و با خود می بردن با همه وجود. جاهدو به اموالهم و انفسهم، اینه دیگه، که با مالهایشان هم جهاد می کردن، مال خودشون رو هم می بردن، فرزندانشون رو می بردن و جان خودشون رو در طبق اخلاص قرار می دادن. اینها که آمدن، این مولانا خیلی زیبا این رو می گوید و اگر دسترسی پیدا کردید حتما این قصه و این حکایت زیبا رو در مثنوی بخوانید، که میگوید که این نشست، اما آن مرگ سرخ رو بسیار ترجیح میداد بر این مرگ سیاه. اینکه بنشیند در گوشه ای و علیه نفس خود قیام کند و یک مرگ سیاهی رو برای خود رقم بزند، این بدتر از مرگ است. کسی که سلحشور میدانهای نبرده است، مجبور شود در کنج خانه بنشیند، دیگران بروند و افتخارات نظامی کسب کنند و این در گوشه اتاق بماند و حرکت نکند. مولانا میگوید که انسان وقتی به مرتبه خاص الخواص رسید، در اینجا میبایست که از لذت عبودیت و لذت عبادت هم دست برد. حتی اگر لذتی میبرد، ما به خاطر لذت خیلی کارهای عبادی انجام میدهیم، لذت میبریم وقتی روزه ایم، وقتی یک حس حال خاص و زیبایی در ما ایجاد میشود، یک لذت معنوی در خود احساس میکنیم. بعد از بین بردن لذت مادی، وقتی به لذت معنوی رسیدید، انسانهای برتر از این لذتهای معنوی هم عبور میکنند، از آن هم بالاتر میروند، تا وقتی که مزد وی برسد. خب این که انسان انتظار مزد هم داشته باشد، این هم درست نیست. یک کاری کرده، بعد معلوم مشهور است دیگه که یه 5 دقیقه مثلا قرآن خوانده، بعد 10 دقیقه دعا میکند و هی از خدا چیزهایی میخواهد. مگر چه کرده ای که این همه چیز میخواهی؟ چقدر نسبت به، حالا شاید نسبت به لطف خداوند چون امیدوار است، این چنین میخواهد، ولی یک خلاصه توسلی کرده است، بعد 100 تا دعا که همه اینها رو به واسطه آن میخواهد، مزد و اجر اون کار رو که کرده میخواهد. انسانهای بالاتر، انسانهای خاص الخواص، اخص الخواص، اینها حتی مزد هم نمیخواهند. قل لا اسألكم عليه اجرا الا الموده في القربى. بگو ای رسول که من برای این امر بسیار عظیم رسالت هیچ اجر و پاداشی از شما نمیخواهم. این مرتبه خاص و خواص، مرتبه ای است که بسیار بالاتر از مراتب دیگر است.
می‌فرماید ما خلقت الجن والانس، بخوان جز عبادت نیست مقصود از جهان. آیه مشهور است که امروز اگر فرصتی بود این رو می‌خوانیم با هم و تفسیر می‌کنیم. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدونی، من نیافریدم جن را و انسان را مگر اینکه عبادت کنند. البته منظور از عبادت همان عبودیت است که در مراتب بعدی هست. برای عوام عبادت است، برای خواص و خاص و خواص عبودیت است. ما خلقت الجن والانس، این بخوان جز عبادت نیست مقصود از جهان. همه این جهان به خاطر عبودیت است. نعمت حق است خدمت کردنش، شکر نعمت چیست؟ طاعت کردنش. شکر نعمت اطاعت کردن از خداوند است. آن دلی کو مر تو را مانع شود، از عمل آن نعمتت ضایع شود. همین ها رو توضیح دادیم، من دیگه با اجازهتون سریعتر حرکت میکنم. آن دلی کو مر تو را مانع شود، از عمل آن نعمتت ضایع شود. وقتی کاری کردی آن نعمت ها ضایع می شود. ما به زوال نعمت ها توجه نمی کنیم. چرا این نعمتی که در دست من بود از بین رفت؟ اینها به واسطه کارهای خود ماست و به خاطر قیامتی است که هر شب و روز در درون ما و در میان اعمال ما برپا هست. هر لحظه آن قاضی قدسی می آید و حساب کتاب ما رو سوا می کند. هر لحظه ما رو در مسیری که رفته ایم یا مجازات می کند یا هدایت و کمک می کند و هر لحظه این کار ادامه دارد. داروی مردی بخور اندر عمل، تا شوی خورشید گرم اندر حمل. اگر مردانه و استوار به عبادتت بپردازی و به عبودیتت ادامه بدهی، در این صورت مرد عمل خواهی شد. چون عمل کردن هم انصافاً سخت دیگه. انسان بخواهد واقعاً به آن چیزهایی که گفته شده عمل کند، واقعاً کار سختی است. تا شبی خورشید گرم اندر حمل. حمل سور جوزا که همه میدانید حمل به معنای گوسفند و کوچ است و برج اول و مصادف است با فروردین ماه دیگه که همه میشناسید و میدانید. خورشید در حمل گرما دارد، از آن جهت میگه که تا شبی خورشید گرم اندر حمل. جهد کن، جهد کن تا نور تو رخشان شود، نور انسانیت تو درخشان شود، تا سلوک این رهت آسان شود. در نسخه دیگر هست که تا سلوک و خدمتت آسان شود. اینجا مثالی میزند. کودکان را میبری مکتب به زور، زان که هستند از فواید چشم کور. میگه چرا این کودکان، اول مهر دیگه، شاید کسانی که آشنا، چرا کودک به مدرسه نمی رود؟ به خاطر اینکه کور و کر است، نمیداند، فروغ دانش هنوز بر دل او نتافته است. وگرنه درس معلم ار بود زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریزپای را. اگر زمزمه های محبت باشد البته این خواهد آمد، ولی چرا بچه نمی رود؟ چرا کسانی که، چرا اصلا دانشجویان ما، حالا چرا کوچکترها بچه ها رو بگیم، چرا دانشجویان ما زیاد دوست ندارن در کلاس ها شرکت کنن؟ اگر در کلاس هم شرکت می کنن خیلی خوب استفاده نمی کنن. دلیلش چیست؟ دلیلش همین مطالبه که از این جهت است که چون کور و کرن، فروغ دانش هنوز بر جان و دلشان نتافته است. وگرنه انسان بداند به چیزی علاقمند باشد، شب و روزش رو قرار می دهد تا او رو یاد بگیرد و یک اجبارهایی که وجود دارد، این اجبارها باعث می شود که از همینها دست بکشد. چون شود واقف به مکتب می دود، جانش از رفتن شکفته می شود. وقتی که فهمید که مکتب رفتن برای او چقدر خوب است، می دود به سوی مکتب. ولی تا وقتی که اون مشخص نشده هنوز دور می شود. می دود کودک به مکتب پیچ پیچ، چون نبیند مزد کار خیش هیچ. چون مزد کارش رو نمی بیند هیچ، پیچ پیچ می رود. خیلی زیباست.
یعنی میپیچونه و سعی میکنه یه جوری یه روز خودشو به مریضی میزنه، سرما خوردم، یه روز راه دوره، یه روز یه اتفاقات دیگه، و کاری میکنه که نره مدرسه. چرا؟ چون اجر و پاداش رو نگرفت. من یک روز میگفتم چرا کارمندان ما کار نمیکنن در البته با عرض معذرت از کارمندان، چرا کارمندان ما کار نمیکنن در ادارات؟ چند دلیل داشته. چون کار مفید کارمندان ما از دو ساعت فراتر نمیره. چرا انجام نمیدن؟ چون که ماهانه حقوق میگیرن، یادشان میره و دلگرم نمیشه و لذت نمیبرن. در یک کارخونه ای آمدن و این مزد رو روزانه کردن، اون که توصیه پیغمبر هست که اعطوا الاجیر اجره قبل ان یجف عرقه، مزد کارگر را بدهید قبل از اینکه عرقش پاک شود. اینجا یعنی به کار اهمیت دادنه. وقتی که این به کار اهمیت میدهی، اینها آمدن کارت میزدن، هر کس که بیشتر کار میکرد همان روز چند دلار بود در امریکا این رو حساب میکردن. این یک دفعه دیدن که سود خالص اینجا این کارخونه خیلی بالا رفت و نتیجه دو برابر شد. اومدن گفتن چرا؟ چون این شد. خب معلومه همه انسان هستن، اگر انسان نتیجه کار خودش رو بلافاصله مشهود ببیند، عینی ببیند، البته تشویق خواهد شد. بچه های ما درس هایی رو میخوانن که میگوین اینها به چه درد ما میخورن، چه دبیرستانی چه دانشگاهی، همین ها اصلا دوست ندارن که بخوانن. چرا؟ به خاطر اینکه نمیدانن به چه دردشان خواهد خورد. قصه همین است. اون نور دانش هنوز در دل شخص افروخته نشده است. چون کند دانگی به کیسه دست مزد، آنگهان بیخواب گردد شب چو دزد. میگه چرا دزدها شب رو هم نمیخوابند؟ چون یه چیزی به دست میاره. دزد میره و یک کیسه یه پولی به دست میآورد. اگر این هم این کودک هم بهش تشویق بکنی، او هم دنبال علم خواهد رفت. این در حقیقت حالت روانی انسان است. جهد کن تا مزد طاعت در رسد. چرا در نمازهامون کاهل هستیم؟ چرا میگوییم که وای نمازم مانده؟ مثلا حالا اوناییست که مثلا حالا نمازش مراقب نماز هستن، ادعی هم که حالا هر وقت مثلا ماهانه یادشان افتاد مثلا لطف میکنن، ولی به هر حال کاری نداریم. اما خب آنهایی که همیشه لطف میکنن اینها چه گفتیم دیگه؟ اون گبر گفت که اگر ایمانی که شما دارید میخواهید من بیایم مسلمان شم، من ایمان شما رو داشتم. شما که هیچ رشکی بر نمیگه انگیزد، ایمان شما که کلن باد هواست، من این ایمان شما رو اصلا به هیچ نمیخرم. اما اگر ایمانی که هست از آن بایزید است، من هم طاقت اون رو نمیارم که او رو به ایمان او بگیرم. قصه این است. حال کسی که آمده است و منتظر است میگوید که سعی کن تا مزد طاعت برسد. این مزد طاعت باید برسد. انسان باید لذت ببرد از عبادت. کسی که از عبادت لذت نبرد اصلا فایده‌ای نداره، ارزشی ندارد. چه کار میخواهد بکند جز خم شدن و راست شدن؟ کاری برای او نیست. بهترین کار این است که سعی کند جهد کن تا مزد طاعت در رسد. بر مطیعان آنگهت آیت هست. اون وقت میفهمی که مطیعان، آنهایی که اطاعت حق کردن، اونها چه بودن. ذوق دارد هر کسی در طاعتی، لا جرم نشکی و از وی ساعتی. اگر کسی به یک اطاعت ذوق داشت، یک ساعت هم صبر نمی کند و به دنبالش می رود. در بیان آنکه عوام منتظر اوقات معینه ان جهت عبادت، و عاشقان را و همه اوقات به طاعت و عبادت مسئول است. چقدر زیباست. عوام مردم چه میکنن؟ منتظرن از آن گفته شد بریم عبادت کنیم، بریم نمازمونو بخونیم. آن هم چه نمازهایی البته که سری میخوانه به قول معروف که شیطان خبردار نشه و نیاد به هر حال کار دیگری نکنه. خب ولی افراد مثلا منتظر ماه رمضان است که چه شود روزه بگیرد، منتظر وقت نماز ظهر و شب و صبح است که اطاعت کند و عبودیت عبادت کند.
اما عاشقان کار دیگری دارن، اصلا با وقت و اینها کاری ندارن، دائم و همیشه در نمازن، دائم در طاعت و عبادت حضرت حق هستن. همگی همت بر بندگی و فرمانبرداری معطوف است. هرچه همت دارن بر بندگی است. ما همت ها اون جاهای دیگه هست، یکی دو درصد از همت همان به عبادت میرسیم، در حالی که بزرگان تمام هم و غمشان آن است، تمام هم و غمشان نمازشان است، روزشان است، کارهای خیر و نیکشان است. پنج وقت آمد نماز رهنمون، عاشقانت فی صلات دائمون و هم فی صلات دائمون. آیه قرآن هست که اینان در نماز دائم هستند، در نماز همیشگی هستند، ولی برای افراد پنج وقت است. آمدن به دوست حلاج، آن عارف بزرگ شبلی، آمدن به شبلی گفتن آقا زکات مال چقدر است؟ گفت برای که؟ گفت مگه فرق دارد؟ خب زکات روشنه، در شرع مشخصه که زکات مال چقدر است. گفت از آن چه کسی؟ باز دوباره گفت خب آقا بگو زکات چقدره؟ زکات اندازه و میزان زکات چیست؟ گفت برای عوام یک دهم. یک دهم مالشان برای عوام. خب برای خواص چه؟ گفت همه مالشان. برای خواص همه مالشان. خب برای عوام نمازهای یومیه چند رکعته؟ 17 رکعته. برای خواص چی؟ برای خواص دیگر رکعتی، دیگر عددی نیست دیگه. اینها با 17 رکعت تازه حالا به قول معروف هیچ اتفاقی برایشان نمی افتد. و مشهور است که میگویند شبلی پایش رو میبست و شاید عجیب به نظرتون بیاید، عطار در تذکرات الاولیا این رو نوشته، شبلی پایش رو میبست در چاه داخل میشد سرازیر، یک قرآن از اول تا آخر میخواند و بالا میامد. اینها این چنین اشخاصی بودند، یعنی دیگر میخواست در آخرین مرتبه عبودیت واقع بشود. پنج وقت آمد نماز رهنمون، عاشقانت فی صلات دائمون، نه به پنج آرام گیرد آن خمار، راست گویم نه به صد بل صد هزار. حتی صد رکعت هم نیست، پنج نوبت که نماز میخوانند این صد نوبت هم میخواند طوری نیست، بلکه صد هزار هم آرام نمیگیرد. ربیع ابن خیثم میگوید که رفتم تا اویس قرنی رو ببینم. اویس قرنی در نماز بود. میگوید که رفتم و دیدم که در نماز پیشین است. نماز پیشین یعنی نماز ظهر است. میگه نشستم از او سخنی بگیرم و مطلبی عرض کنم. رفتم دیدم بر سر نماز است. گفتن نمازش تمام شد. نمازش که تمام شد، بلافاصله وقتی صدای اذان مغرب رو شنید او رو تمام کرد، شروع به نماز مغرب کرد. بعد از آن دوباره، ربیع ابن خیثم هم یکی از عرفای بزرگ است، میگه نشستم اونجا ببینم این کی فارغ میشه من سخنم رو به او بگم. گفت که این رو متصل کرد به نماز صبح، شب تا صبح نماز خواند، باز صبح شد. میگه من رفتم بیرون، اومدم دیدم باز نماز میخونه. رفتم بعد از سه شبانه روز دیدم که گوش داشتم. باز عطار در تذکرات الاولیای رو میگه، میگه که گوش داشتم. میگه گوش کردم، نشست، خسته شد، نشست بعد از سه شبانه روز. گفت خدایا به تو پناه میبرم از چشم بسیار خواب و شکم بسیار خار. من به تو تپناهی برم از چشمی که زیاد میخوابد و از شکمی که زیاد میخورد. میگه دیگه تشویش روا نداشتم و از آنجا درسم رو گرفتم آمدم بیرون. خب کسی که سه شبانه روز نخورده، نخوابیده، نه آشامیده و این چنین. بعد به او گفتن که
چگونه طاقت می آوری؟ به اویس گفتن که اویس قرنی، می دانید که اویس قرنی کسی است که هیچ شیخی و پیری نداشته است و دورادور از پیامبر کسب فیض می کرده و بعد از پیامبر از حضرت علی علیه السلام کسب فیض می کرده و جز شهدای جنگ صفین است. ایشون می گوید که کارش این بود که می گفت هازا لیلت الرکوع، این شب رکوع است، شب رو تا صبح به رکوع می گذراند. یک شب می گفت هازا لیلت القیام، شب تا صبح در قیام بود و آیات قرآن رو تلاوت می کرد. یک شب می گفت هازا لیلت السجود، این شب سجده است، اول شب تا صبح به سجده برگزار می کرد. آمدن گفتن تو چگونه طاقت می آوری که شب به این درازی بعد یک حال می مانی؟ جوابش رو ببینید. می گوید ما هنوز یک بار سبحان ربی الاعلا نگفته باشیم که صبح آید، که سنت پیغمبر سه بار تسبیح گفتن است. آنچنان مستغرق در وجود حضرت حق است که یک سبحان ربی الاعلا میگوید من هنوز یک سبحان ربی الاعلا و به حمده تمام نشده، سر بر میدارم میبینم که صبح شده است. این چه سبحان ربی الاعلایی است؟ این چیست؟ این چه سبحانی است؟ این چه ربی است؟ چند ساعت در سبحانم باقی ماند غور میکند، چند ساعت در رب، چند ساعت در یای رب، که ربی یعنی چه؟ او که رب من است یعنی چه؟ سبحان ربی یعنی چه؟ سبحان ربی الاعلا یعنی چه؟ اینها رو به درک عمیقی رسیده است. به خاطر همین شب صبح می شود متوجه. این لذت در حقیقت نمازه و مزد طاعت چون می رسد هیچ وقت خسته نمی شود. چرا ما خسته می شویم؟ به خاطر اینکه مزد طاعت رو نمی گیریم از خداوند. اون که بایستی در برابر اطاعت ها مزد گیریم نمی گیریم. نیست زرقبن وظیفه ماهی، زرقبن وظیفه ماهیان، زان که بی دریا ندارد انس و جان. نیست زرقبن وظیفه عاشقان، سخت مستسقی است جان صادقان. آب این دریا که حائل بقعه ایست، با خمار ماهیان خود جرعه ایست. با وجود آنکه دریا در کشند، خشک لب باشند و هم در آتشند. این از اون ابیاتی است که این چند مورد از ابیاتی است که برای خاص و خواسته. خواص هم این رو درک نمی کنن، عوام هم که من باشم هرگز درک نمی کنن. اما اگر حالا به ظاهرش توجه کنیم، زرق بن و هضمه می دانید که چیست. این حدیث در مورد ابو هریره هست، ابو هریره که اهل سنت احادیث او رو بسیار معتبر می شمارند و امامیه احادیث او رو غالبا مغلوط و ناپسند می شمارند و قبول نمی کنند. حالا کارهایی کرده، از ابو هریره حدود 40,000 روایت نقل شده است که حدود 3 سال در جنگ از بعد از خیبر آمده خدمت حضرت رسول و هفته‌ای یک بار او رو می دیده است. اگر حساب بکنیم، اگر پیامبر تمام کارش رو رها کرده باشد و وقتی که او رو دیده از هی بهش حدیث و روایت بگوید، البته از 2,000-3,000 بیشتر نخواهد بود. این 40,000-50,000 حدیث رو میگویند جعل کرده و ساخته است از پیش خود. ابو هریره آمده بود تا اینکه پیغمبر گفت زرغب من تزدد حب من، مشهوره در میان عرب هم بسیار مشهوره و تبدیل به ضرب المثل شده. غب یعنی اندکنده، کم کم، سرانجام و پایان و به معنای یک روز در میان هم هست، یعنی زیارت کن یک روز در میان. او همیشه میرفت به دنبال اصحاب، چون مرد فقیری بود ابو هریره، خودش رو دعوت میکرد در خانه دیگران به طعام و میرفت آنجا و طعام میخورد. اصحاب آمدن و گفتن ما رومون نمیشه بهش بگیم بابا کم بیا، چقدر همش میای خونه ما؟ ما هم به هر حال چون فقر بود و طعام بسیار کم بود، پیغمبر بهش گفت که زد غبن تزدد حبن، کم کم برو تا اینکه حب برای تو اضافه شود، کم برو تا اینکه عذرت رو نخواهند.
خب اینها روش های تربیتی اسلام دیگه. پیغمبر میگه که اگر جایی رفتی و بهت بی احترامی شد، تقصیر خودته. چرا رفتی به جایی که چون دعوتت نکردن، چرا رفتی اونجا؟ وقتی رفتی یک جایی و بهت بی احترامی شد، تمش تقصیر خودته. چرا بایستی میرفتی؟ این هم کم کم برو تا اینکه احترام و اون فاصله منطقی باشد. به هر حال میگه که زرغبن، یعنی یک روز در میان، این پیغمبر به ابو هریره گفت که یک روز در میان برو پیش اصحاب که خلاصه اینها تو رو از خود دفع نکنن. میگوید که این یک روز در میان برای ماهیان بگوییم که چیه؟ یک روز در میان بروید در دریا شنا کنید. میشه؟ نمیشه که، چون او اگر از آب بیرون بیاید دیگر کاری ندارد. و البته قضیه میگه نیست زرغبن وظیفه ماهیان، زان که بی دریا ندارد انس و جان. انس و جان نیست زرغبن وظیفه عاشقان. عاشقان هم عوام مانند ابو هریره باید زرغبن باشن، یعنی خیلی نرن. ولی اگر خواص باشن که دیگه فرق میکنه. حضرت علی همیشه میرفت پیش پیغمبر، یک بار هم بهش نفرمود زر غبن تزدد حبن. همیشه هم محبوب بود، همیشه هم مکین بود نزد مقام رسالت. از این جهت است که نیست زر غبن وظیفه عاشقان. سخت مستسقی است جان صاد. عاشقان رو نمیشه گفت که آقا پنج وقت نماز بخوان، هنوز وقت نماز نیست، الان حالا بشین منتظر باش تا این که. و واقعا جالبه، بزرگان عرفا گاه افسوس میخوردن، دیدن یکی داره گریه میکنه، گفت که من میگویم که کی از آن خواهند گفت تا من به دیدار معشوق بروم. یعنی اینکه ناراحت بود از اینکه از آن دیر میکرد. مانند ما که وقتی روزه میگیریم، وقتی از آن دیر میکند ناراحت میشویم، اونها برای وقت نماز چنین میکردن. آب این دریا که حائل بقعیست، با خمار ماهیان خود جرعه. وقتی ماهی خمار باشد یک جرعه کافیست، با وجود آنکه دریا درکشند، خشک لب باشند و هم در آتشند. اگر عاشقان دریا، عاشقان حضرت ربوبی تمامی دریا رو هم به یک جرعه بیاشامند، باز هم حلم مزید میگویند، باز هم درونشان پر از آتش است و هرگز سیراب نشدند. آتش عشق الهی اینها رو چنان درگیر خود کرده است که اینها میبایست یک حرکاتی رو انجام دهند که در ابیات بعدی که خواهیم خواند اینها رو تعبیر میکند مولانا. که یعنی چه؟ این که می ایستی برای نماز مفهومش چیست؟ مولانا میگه وقتی میستی به نماز، به تو میگوین که خب ما این همه بهت نعمت دادیم، این کارها رو کردیم، این شرایط رو که انجام دادیم، تو چرا این بدی ها رو کردی؟ تو چرا این کار رو کردی؟ بعد این مولانا میگه که این از بس شرمنده میشه خم میشه پیش خداوند که خدایا ببخش من. اصلا وقتی خم میشه اونها تأثیر میذاره درش و یک دفعه به سجده میفته و میگه خدایا منو ببخش، من توبه میکنم، من متوجه نشدم. بعد میگه نه، سرت رو بلند کن. سرش رو که در سجده اول از سرش رو بلند میکنه، میگن خب جواب بده. میگه والله شرمندم. باز سرش میره پایین. بعد میگن سرت رو بلند کن. سرش رو بلند میکنه، پاشو وایستا ببینیم چه خبرته. پا میشه وای میسته. رکعت دوم شروع میشه. رکعت دوم هی بهش میگن خب چیه قصه چیه؟ باز کمرش میشکند و خم میشود و باز با سر به سجده میراد. هی بهش میگن بلند شو. و آخرش همین ها هست که میگه السلام علیکم، السلام علیکم ایها النبی و رحمت الله و برکاته. به نبی سلام میکنه، السلام علیکم و علی عباد الله الصالحین، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. اونایی که السلام علیکم هایی که میگوید و السلام علینا هایی که میگوید، اینها در حقیقت همه آن چیزی است که برای او گفتند و در درون او هست. در بیان آن که اعتراف اولیا به تقصیر طاعت و عبادت است، با وجود تقصیر و توفیر آن
و تحسر و شرمساری از آن با وقوع تصحیح نسبت و رعایت در آن طریقه انیقه اولیا است. اعتراف اولیا به تقصیر طاعت و عبادت با اینکه دائما در عبادتن اما دائم از عبادت خود احساس تقصیر و کمبود می کنند و تحسر می کنند، شرمسارند از اینکه نمی توانند آنچنان که حق عبادت خداوند است انجام دهد. جایی که پیغمبر می فرماید و ما عبدنا که حق عبادت، پیغمبر با اون عظمتش می گوید که و ما عبدنا که حق عبادت، ای خدا ما آنچنان که حق عبودیت تو بود ما تو رو معبود عبادت نکردیم و آنچنان به عبودیت نپرستیدیم. انیقه، طریقه انیقه، انیق یعنی زیبا و خیلی شامل و خوب، عالی. طریقه انیقه اولیا یعنی طریقه بسیار زیبا و خیلی پربرکت و خوب اولیا. شمع مادر پیش آن دریای نور، چه نماید در نگر ای پرغرور. رو مکن زشتی که نیکی های ما، زشت آمد پیش آن زیبای ما. این کارهایی که ما فکر میکنیم عبودیت میکنیم، ما خیلی کارهای خوب میکنیم، در پیش آن زیبا بسیار کم قدر است. کسی که از زیبایی اندکی بهرهی داشته باشد میرود در اگر در مقابل ماه روی بیستد و به زیبایی خود بنازد چه میگویند؟ میگوین سر بالا کن ببین که چقدر زیبا هست، تو چه هستی؟ و البته این کسی که حتی اندکی زیبایی در او وجود دارد وقتی یک ماه روی کامل رو دید در آن صورت شرم خواهد برد از زیبایی خود و زیبایی او تبدیل به زشتی خواهد شد در برابر آن جمال مطلق. هر چه که ما انجام دهیم، هر چه زیبا رو باشیم، زیبا رویان و محرویان بستان الهی و محرویان طریقت حضرت حق جل و علا، همه اینها در برابر یا ایستاده ای، با دم شیری تو بازی می کنی، بر ملائک ترک تازی می کنی. تو عجب صاحب جسارتی شده ای، با دم شیر بازی می کنی و ترک تازی یعنی شدیدن حمله بردن به سمت ملائک. آفتاب حق چو زاید از عمل، زیر چادر می رود مهر از خجل. وقتی این آفتاب در اگر آفتاب الهی رو ببیند که البته از خجلت به محاق می رود. چون گل آمد خارها ماند سیاه، زرد و بیمغز آمده چون پدرکا. روز بیگه، روز بیگه، لاشه لنگ و ره دراز. روز دیر شده، لاشه لنگ است یعنی خیلی فربه است، حرکت نمی کند، راه هم دراز. روز بیگه، لاشه لنگ و ره دراز، کارگه ویران عمل رفته ز ساز. این قصه ما عوام است. سال بیگه گشت و وقت کشت نه، جز سیه رویی و فعل زشت نه. این همه سرمایه را داده ز دست، چند بی سرمایه بتوانی نشست. دیگه اینها روشن، من توضیحی در موردشون. عاقبت من رفت خواهم ناتمام، یعنی من ناتمام خواهم رفت، اون عبودیت خود رو تمام نخواهم کرد و حق عبودیت او رو به جا نخواهم آورد. عاقبت من رفت خواهم ناتمام، کارهایم ابتر و نان مانده خام. نانی که قرار بود بپزم و برای راه خود بردارم، توشه راه کنم، این خام مانده است و کارهایم ابتر و دنبوریده مانده است. از نماز و از زکات و غیر آن، هیچ یک ذره ندارم ذوق جان. میخواد زکاتی بده، جان به لب میشه، هی حساب میکنه، میگه بابا این خیلی پوله نمیشه داد، باز دوباره حساب میکنه، باز خیلی زجر میکشه، بخواد به جای اینکه بتواند خیلی راحت ازش بگذره. طاعتم نغز است و معنی نغز نه، جوزها بسیار و در بی مغز نه. طاعتم خیلی زیاد است اما معنی ندارد، ظاهرش خیلی خوبه، هی با
صدای بلند و با رعایت مخارج حروف و اینها خیلی زیبا نماز میخوانم و حی علی الصلاح میگویم و از این کارها میکنم، اما معنایش هیچ معنایی ندارد. طاعتم نغز است و معنی نغز نه، جوزها بسیار و در وی مغز نه. این گردوها زیادن ولی وقتی که میشکنی از توشون خاکستر بیرون میاد. میکنی طاعات و افعال سنی، دیک یک ذره ندارد چاشنی. میگه خیلی اطاعت ها میکنی ولی چاشنی نداره. چاشنی چیه؟ چاشنی ذوقه، چاشنی عشقه. اگر انسان نماز رو عاشقانه نخواند به هیچ دردی نمیخورد و نخورده است. نمازی که عاشقانه نباشد به درد نمیخورد، اما خب برای ادای تکلیف البته ایرادی نداره. ذوق باید تا دهد طاعات بر، برای اینکه اطاعات میوه بدهد ذوق باید داشته باشد. ذوق باید تا دهد طاعات بر، مغز باید تا دهد دانه شجر. برای اینکه درخت بخواهد دانه بدهد باید آن دانه مغز داشته باشد. دانه بی مغز کی گردد نهال، صورت بی جان نباشد جز خیال. دانه ای که مغز نداشته باشه اگه بکاری هم هیچ فایده ای ندارد. این در حقیقت عبادت های ما هم مانه دانه هایی است که بی مغز است، بی معنی است، بی محتوا است. وقتی در کارگاه وجود و در کشتزار انسانیت میکاریم اینها هیچ باری به ما نخواهند داد. دانه بی مغز که گردد نهال، صورت بی جان نباشد جز خیال. صورتی که روح نداشته باشد جز خیالی بیش نیست.